کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند کلیدر نوشته محمود دولت آبادی جلد دهم بخش هفتم گل محمد به هیدر نگریست چنان در برادر کهتر خود پس لبخندی ملایم بر لب و گوشاد روی گفت خودت رو به مولا مراجعه ببخشه هی در دلم میخواد رزو کنم که عمر به کمال داشته باشی هی در نمیتوانست به چشم های گل محمد نگاه کند گل محمد ضمن سخن به او نزدیک شده بود و هیدر در اینک گرمای حضور مرد را برابر خود حس می کرد و چشم از خاشا که پیش پای خود نمیتوانست بردارد. گل محمد دست پیش برد و پشت گردن هیدر را در چنگ گرفت سر جوان را بالا نگه داشت در چشمان سیاه و دودناک او نگریست و گفت ما جنگ و به کوه میبریم هیدر دل و پسی ملامه را چندان نخواب زود زود تمام خواهد شد زود زود هیدر فقط توانست بگوید سردار جوان است بسیار جوان تاب جوشش خود را ندارد هنوز هجاب به حجب جوانی برنگاه دارد به خشونت روزگار باور دارد اما خود آن را نیازموده است سخن از مرگ و قتل و کشتار شنیده است اما خود آن را نیازموده است پس مرگ را در پوسته کلام میشناسد نه در یقین شعور خود این است که نزدیکی با مرگ شهادت دادن به انجام مرگ چشمانش را از ناباوری و حیرت وا میدراند او اصلا به این نیندیشیده است که مرگ در دم و بازدم آدمیزاد جاری است جوان است بسیار جوان پس بگذار چشم و چهره در سینه گل محمد پنهان کند بگذار پنجه های سخت و سرشار از درد خود را در بازوان گل محمد فرو بنشاند حتی بگذار حق هق بزند بگذار بغز بترکاند و بگذار تا بگرید جوان است هیدر بسیار جوان سردار گل محمد نه دیگه نه زن ها این دوربر هستن نه دیگه هیدر تو با گریه های خودت مرگ رو قیمتی میکنی برادرم گل محمد گل محمد حیدر را از سینه خود وا گرفت اما حیدر همچنان شانه می تکانید و حق می گل محمد او را هم پای به راه انداخت و گفت دیگه بس حیدر دلم را سست نکن برادرم درخت بارآور همه چهار فصل را سبز نیست دلم مکن ما هنوز یک منزل راه در پیش داریم بذار هم پای تو باشم گل محمد حیدر این بگفت پا بر خاک محکم کرد و به به چشمای گل محمد نگریست. پهنای صورتش در اشک نشسته بود. گل محمد به دست مال ابریشمین خود چشم و چهره جوان را پاک کرد. او را باز به انداخت و گفت دیوون هستی مگه نه برادرم نه ما به جنگی داریم قدم میذاریم که آقبتش معلومه. ما ناچاریم از این جنگ عزیز برادر اما تو چنین ناچاری نداری گبون مبل که پس ما دیوونه هستیم نه ما هم دیوونه نیستیم عاقلیم اما ناچاریم به غلط یا به درست کاری رو شروع کردیم و باید اون رو به با آخر برسونیم راهی رو شروع کردیم که باید تا پایانش پیش بریم و باری رو که دانسته یا ندانسته بر دوش گرفته ایم باید به منزل برسونیم درم میخواد این رو هم به آشنامون ملامراج بگی. هم بگی که این منزل آخره در راه ما اما تو تو جوانی هیدر و من برات عمر به کمال آرزو می کنم بار دیگر هیدر پاسوس کرد و گفت سردار گل محمد اما به او مهلت نداد سر شانه جوان را به چنگ فشرد و گفت زندگانی هیدر زندگانی باور میکنه که دلم میخواد به جوونی تو باشم جوونی برادر جوونی جوونی و زندگانی قدیمت بدونشون هی hey حالا که فکرش رو میکنم میبینم که همش سر تا پاش هر کار کردم و هر کار که خیال داشتم بکنم همش برای زندگانی بوده به عشق زندگانی بوده زندگانی هی hey در نعمتی زندگانی هی hey نعمتی است که فقط یک بار به دست میاد و همون یک بار فرصته که قدرش رو بدونیم نه اصلا مخواه که تو رو همراه خود ببرم وقتی یقین دارم که آقبت کار این جنگ زندگانی نیست ببین عزیز برادر من حتی توفنگچی هم رو نخواستم به قماری بکشونم که باختش حتمیه حالا میخوای تو رو ای دست یه گل بدم بدم گلوله ها؟ نه گمان کنی که خود رو باختم نه این رو به ملا معراج هم بگو نه برادر خود رو نباختم کار من اول با ناچاری سر گرفت بعد از اون با غرور دنباله یافت چند گاهی است که با عقل حلاجیش میکنم و در این منزل آخر هم خیال دارم با عشق تمومش کنم این آتش همگیر نشد هی در اگر گیر شده بود تو رو رها کردم. در من چیزی کم بود و در این زندگانی هم چیزی کج بود میان ما و زندگانی یک چیزی گنگ موند ما دیر اومدیم یا زود هرچه بود به موقع نیومدیم گذشت و بهتر که میگذره هر طلوع غروبی داره هر جوانی پیری داره و هر پیری مرگی داره درخت بارآور هم تمام های سال نمیتونه سبز بمونه حالا دیگه برو هیدر برون سلام همه ما رو به ملامداش برسون عمرت به کمال عزیز برادر قربان بلوچ که انان اسب در را از تمور با ستاند و به هیدر سپرد گل محمد خود هیدر را تا کوچه همراهی کرد در کوچه هیدر پای در رکاب کرد و پیش از آن که براند گفت حتم دارم که بکتاش جهن و سید رضا در سنگرد به خونه نجف ارباب دوره میگیرن حتما یقین دارم گل محمد دست برآورد و گفت بران هیدر اونا سمندر رو از آتش می ترسونن. بران برادرم. گل محمد به شوخ طبعی و تکان دست و بال از بهیدر را به رم برانگیخت. تاختن از گریست و پس خنده در دهان به قربان بلوچ واگشت و گفت خان محمد خبر کن بگو به در میریم از قلعه سواره به تا شما برگردید من حالی از پهلوانمون صبرخان بپرسم همپا به حیات آمدند. بلوش به سوی آقل رفت و گل محمد راه اتاق صبر خان را در پیش گرفت. بلوش اسب را از آقل بیرون کشانید و گل محمد کنار ستون ایوان ایستاد و بیگ محمد را تماشا کرد. بیگ محمد لحظه ای در نگاه برادر تابا آورد و سپس گفت چیزی به چشم نمیاد خان برار. آفتاب آمد خوب نگاه کن. خورشید صبح چشم رو فریب میده گل محمد چنین گفت و نگاه به خانمو گردانید خانمو از لب تنور پایین آمد و گل محمد با او گفت زید میکنیم خانمو فشنگا مادر زیور پسیور کو مارال بر پاگرد در بالاخانه نمودار شد دست پسرش به دست کمر بسته و دو قطار فشنگ همایل و برنو به شانه اون صبح شبگیر به گله رفت. گل محمد بی اختیاری که خورد و خیره در هیئت همسر خود ماند. مارال دیگر شده بود. او نه آن بانوی ترد و غمزده پیشین که زنی تلاور بود. در نگاهش نیز آن حس و حال زنانه نبود بل می نمود که سنگ در کاسی چشم ها به فلاخن نهاده است. گل محمد گونگ شده بود و بانوی خود را چون فرود آواری بر دوشهای خود احساس میکرد بس توانست مشتهایش را از خشم گره کند روی بگرداند و در گلو بنالد قلبم و پیش می میخواد پاره پاره کنه قلبم را بلغیس با خورجین فشنگ از در به ایوان آمده و در هوای میان فرزند و عروس خود ایستاده بود گل محمد تا چیره بر خشم ناگهانی خود بنماید مادر را نگریست و گفت سبرخان به چه حاله؟ سبرخان خود به پیشواز بیرون آمده بود دستی آویخته به گردن و دستی حایل دیوار قدم بیشتر گذاشت و ایستاد ماهک نیز به مراقبت شوی همراه بیرون آمده بود اگرچه خود پجمرده می نمود از ریار بارداری گل محمد پای بر سکوی ایوان گذاشت پیش رفت و مقابل سبر ایستاد داشتم به حال پرست می اومدم به چه حالی؟ خوبم خوب همچی بگم که پنداری دوباره از مادر به دنیا اومدم گل محمد گفت داری میریم ما خواستم تو بدونی سبر خان تکیده تر مود. نمود بیرنگ و لبانش کبود و کمخون بودند نگاهش آرام و عمیق بود و کاسای چشمانش گودی یافته بودند. در گفت گل محمد واکنشی بروز نداد. ده. لحظه ایماند و سپس هم بدان آرامش و نرم خویی گفت بی من؟ بی من میرید؟ من یکه میذارید و میرید؟ زنها صبر خواهم. میخوای زنها رو بی سرپرست بذاریم و بریم؟ سرخان نگاه به دست مجروح خود که به گردن آویخته بود انداخت و گفت ملاحظه جراحت همو میکنی؟ نه فقط این نه با دست راستم میتونم باشه رو بچه کنم این رو میدونم اما اما مردی باید بالای سر زنهای خانمان کلمیشی باشه اما کلمیشی که, که هست خالو عبدوس رو هم داریم کل محمد آرواره ها رو بر هم فشرد و کوشا در پیشگیری خشم خود گفت ما آجه چرا میکنی صبرخان خان تو داری پدر میشی سبر خان سرفرو افکند لب جوید و گفت دونستم گل محمد برگشت مارال از پله ها فرود آمده و اکنون برابر گل محمد ایستاده بود گل محمد لحظه ای در او نگریست مارال همچنان ایستاده بود سخت و استوار و راست در چشمان شوی می نگریست گل محمد نبا خشم که اندوهناک با او گفت میخوای که با ریختن خون خود قلبم را پیش چشمان پاره پاره کنی؟ مارال بیان که چشم از چشم مرد برگیرد سخت و سرد گفت تو خوش نداری که قلب تو پیش چشات پاره پاره کنن اما میخوای من بمونم و ببینم که قلبم در پیش چشمام داره پاره پاره میشه این چشی ای و یز انصافه مرال من شب تا صبح پله تو حرف زدم نه تو شب تا صبح رو با من خاموش بودی حرف یک کلام زن من در منده و ناتوان از تحمل نیروی غریبی که چیره برخیش میدیدش گل محمد روی برگرداند و بر سکوی ایوان به قدم زدن پرداخت. بلقیس خرجین فشنگ را بر زمین گذاشت و به سوی مارال برگشت. سکوتی مرگبار در میان افتاده بود. مارال تکیه به ستون ایوان زده. یک پا بر لبه سکو نهاده و سخت ایستاده بود و راه رفتن گل محمد را در نگاه گرفته بود. بلقیس پس توانست پسرک را از کنار مادر وا بگیرد و او را با خود به درون اتاق ببرد. گل محمد بازگشت و به زن نگریست. چشمان مرال همه نگاه بود و نگاهش همه نیرو. چندان که پنداری توانستی رخنه در سنگ بیافکند. گل محمد یک بار دیگر در چنبر دهشت بار چشمان زن خود گرفتار آمده بود و این بار قید از مایعی دیگر بود. به قصد برداشتن سهمیه فشنگ خود از خورجی نیز نمیتوانست گام از گام بردارد چرا که پایش در زمین میخ شده بودند و خود بنداری تلس می شده بود ناچار لابه کرد آزادم کن مارال یخ چشمان زن انگار شکن برداشت و گل محمد باز گفت آزادم کن مارال دلم را آزاد کن زن من دل در پی اگه جدا بشم دستام رعشه میگیرم دل در پی اگر جدا بشم پیش از اون که بکشندم جونم رو باختم دلم رو گرم کن مارال دلم رو گرم نگهدار حالا که چنین پیش اومده بگذار دل آسوده به پیشواز برم مارالم منو مکش تو منو میکشی گل محمد تو منو میکشی با جدا شدنت وقت تنگه زن من وقت تنگه رو هم بیاند از برم مادر فرزندم مادر به نعره ناگهانی گل محمد بلقیس از اتاق بیرون آمد بیش از این به سخن نیاز نبود بلقیس دریافته بود که گل محمد در بانگ خشماگین خود چه طلب می کند بلقیس می باید عروسش را از سر راه دور می کرد پیش آمد ساق دست مارال را گرفت و او را سوی درگاهی اتاق برد مار راهش و دخترم گل محمد بار دیگر خود را بازیافته بود سوی خرجین فشنگ قدم برداشت و ماهک را فرا خواند قسمتشون کن دخترم و پس گفتگوی خود با گل محمد صبرخان روی برگردانیده و به درون اتاق خزیده بود ماهک نیز در پی شوی رفته بود و اینک به فراخانی گل محمد بیرون می آمد گل محمد او را گفت کمریارم از بلقیس بستان و بذار روی فشنگا خانمو دست به کار زین و برگ اسب بیگ محمد بود اسبی سرخ با سمده از سفید و نقش پیشانی گل محمد برابر امویشی استاد دست بر یال بلند اسب نهاد و گفت اسبا رو میبریم طرف گله و اونجا یلش رو میدیم چطوره؟ ها خانمو زمخت و سرد گفت آوله خوبه گل محمد گفت زیور و شیرو هم با عبدوس و پیرمرد به گله باید رفته باشند. او را, را هم در اونجا میبینیم. خانمو او بار دیگر گفت ها بله خوبه. خوشکنا کلام خانمو او سرمایی بیهنگام در عصب و استخان گل محمد دوانید. پلک های فروف کنده مرد و اینکه به روی گل محمد نمی بیشتر بر بیتابی می افسود. این بود که گل محمد بی پروا گفت چه میبینم خانمو دلت به کار نیست؟ دلم؟ <applause> چرا به کار نیست؟ اینجور فهمیدم خانمو این اینجور فهمیدم که خیالت به جای دیگری است به جایی یا به کاری دیگه خانمو فارغ از بستن سگک اسب از, از آن سوی هلال زین در نگاه پر التهاب گل محمد آرام ماند و سپس به خنده ای ملایم لب گشود و گفت هشیاری همون جون هشیاری همینجورم بود خیالم جای دیگه ای بود داشتم شکل و شمایل خودم رو نگاه می کردم شکل و شمایل خودت رو؟ بله داشتم به خودم نگاه می کردم داشتم خودم رو سر بریده خودم رو می دیدم خانمو خانمو دست و آزون سینه بنده از برد و پرسید تعجب کردی؟ گل محمد لحظه ای پیشانی بر گره مشت و مشت بر قرپوس زین اسب مانده. از آن پس سربرداشت و بیان که راست در چشم امویش بنگرد گفت نه خانمو تعجب نکردم اما چیزی میخوام با تو بگم بگو و اوریان بگو گل محمد لب به دندان فرو کشید دمی خاموش ماند و سپس با دشواری به سخن در آمد تو خانمو تو تا اونجایی که من یادم هست دلبستگی فراوانی به زندگی داشتی در حقیقت عاشق زندگانی بودی و شک ندارم که هنوز هم عاشق هستی اینه که میخواستم با تو گفته باشم که گل محمد تو دلگیر نمیشه من دلگیر نمیشم اگر اگر میل داشته باشی که باز هم زندگانی کنی خانمو در طول سخن گل محمد با دهان نیمه باز و گره ابروان خیره به لب و دهان گل محمد مانده بود و هر کلمه گل محمد بر برائی و نفوذ نگاه خانمو می افسود. چندان سخن گفتن را برای مرد دشوار و دشوارتر کرده بود و هنگامی که به گفت خود پایان داد احساس کرد که عرق سرد بر تیره پشتش نشسته است خانمو پسته کلام گل محمد هم چند لحظه ای خیره در جبین گل محمد باقی ماند چنانکه که گل محمد سردار آشکارا احساس کرد به سختی دارد سرمایه نگاه امویش را تاب می آفرده. سخن دیگر نمی توانست بگوید از آنکه در چنین لحظاتی بیم بی راه رفتن کلام صد چندان می شود و می تواند به در ریختن همه ی ها بی انجامد. پس بناچار می باید خود را در مهار داشته باشد و بماند تا خانمویش مگر سخنی بگوید و از تنگنایی که خود با دست خدا آفریده بود برهاندش. به زندگی دلبستگی دارم ها بله عاشق همین زندگانی هم هستم ها بله تا بودم به زندگانی رکاب زدم و تا باش من بر اون سوار خواهم بود اینم امری یقین، اما تو گل محمد تو عمود رو فقط همین دیدی تو منو فقط با همین یه نشونه شناختی تو منو تا به امروز فقط با چنین چشمی نگاه می کردی گل محمد را کام و زبان چون خشت پخت خشک شده بود و او فقط توانست بگوید امو جان خانم او فارغ از کار زین و برگ بیگ محمد دست در یال اسب مانده از مدیار افکند و گفت هنوزم چنین دلبستگی دارم امو جان اما خب این حرف یعنی چه؟ گل محمد که می نمود توانست از بار دیگر خود را فراهم آورد به یشت نزدیک شد و گفت شرمن باد خانمو این حرف برای آرام کردن دل خودم زدم اما از این دل بیقرار من نمیخوام در این دمدمای آخر گره به دل باشم فقط همین به کاکل بیگ محمد قسم خانمو که قصدی غیر از این نداشتم من و تو در زندگیمون دل آزاد بوده ایم از هم خانمو روی برگردان به عمد در چشم های گل محمد نگریست و گفت در مرگمونم دل آزاد خواب بودیم از هم خانمو در نگاه خاموش گل محمد به کار درآمد و دست به بستن تنگ وزیر تنگ زین اسب مدیار برد و هم در آن حال گویه کرد هی hey, دلبستگی دل به زندگانی 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 چه بود زندگانی من چه بود زندگانی من هی hey, داد هی hey, داد آدمی زاد. آدمی زاد شیر خام خورده کاش خود میدونست که چیست که کیست من که ندونستم ندونستم فقط اینو دونستم و میدونم که آدمی زاد فقط با آب و نون و هوا نیست که زنده است اینو دونستم و میدونم که آدم به آدمی که زنده است آدم به عشق آدمی که زنده است و خانموی تو گل محمد تا امروز به تو زنده بوده به عشق تو زنده بوده پس نیاید اون روزی که بی تو زنده باشه عمویتو تو گل محمد نیاد اون روز و نباش اون ساعت گل محمد دست به زین اسب برد آن را از بیخ آخورد برداشت و بر پشت اسب گذاشت و حرف از برادرش به میان آورد اون چی خانم او برادرم خان محمد خان محمد را چجور میبینی کینه خان محمد جرم کینه است اون چندان دلبسته زندگانی نیست چون دل و گنجای مهر و دوستی نداره اما جونش بسته به کینه است اگه بخواد زنده بمونه فقط بر این که بتونه به کینه های خودش جواب بده و اگر کشته بشه بیا که زهرش رو به ناکسایی مثل بندار ریخته باشه یقین دارم که در گور آرام نخواهد بود دل واپسی اون فقط اینه که ناکسانی به ما نارو زدن پس صدای گشوده شدن در بلوچ خان محمد به سرای در آمدند. قربان بلوچ انان اسب خان محمد را ستاند و خان محمد برج خشم و گره نفرت و گام های بلند و بینی تیغ کشیده یک سر به سوی برادر و عمویش پیش آمد و جویا از خبرهای پسر ملا معراج شد. تازه چی داشت؟ گل محمد به جستجوی مادر برگشت و خانمو را گفت تو برش نقل کن کنم و بلغیس پسر گل محمد را قلم دوش گرفته بود و بنواخت در طول اتاق نشیمن قدم میزد و میرفت وانمود کند که التفاتی با آنچه میان پسر و عروسش میگذرد ندارد مارال همچنان آراسته به یراق پاشنه گیوه ور کشیده و مهیا روی تایچه یک گندم نشسته بود و ساق سرد تفنگ را میان پنجه میفشرد سر فروف کنده داشت و خیره لب به زیر دندان چندان گزیده بود که تردی لبها را به خون گل رنگ کرده بود گل محمد قدم به درون گذاشت نرم به کنار شانه مارال کشید و ایستاد مارال همچنان به حال و در اندیشه خود بود گل محمد دست بر سربند زن که انبوه گیسوانش را در خود پنهان داشته بود نهاد و گفت کار تو دشوارتر از کاریه که من در پیش دارم این رو میدونم مارال خاموش بود همچنان خاموش و خیره به خود با نگاهی که میرفت تا خاک را بشکافد گل محمد واگرد کرد دلم اینجور نمیخواست مارال دلم اینجور نمیخواست مارال را پنداری دل و زبان سخن نبود او آتش نهفته در زیر خاکستر بود بار دیگر گل محمد زبان به تسلیم و التماس شد از تو رضایی می مارال، از من رضا باش بگذار با دل گرم میدون برم به من نگاه کن نگاه هم کن زن من به من نگاه کن بذار خیالم از بابت تو آسوده باشه ها مارال بلغیس از در به در رفته بود و دیگر با آمد شده خود به موازای دیوار مقابل شعاع نگاه مارال را نمی شکند. گل محمد از کنار شانه مارال به نیم چرخی روبروی او بر زمین نشست و خود را در مسیر نگاه زن قرار داد. مارال در چشمان مردش درنگ کرده و گل محمد احساس کرده که چشمهای زن رنگ دیگر یافته است. رنگی غریب چیزی چون بازتاب سبزینه در عمق جوی آب آب سایه و بی آفتاب سبزینه ای زلال که به کبودی میزد خیال در کجا داری مارالم در عمق چشمای زن در عمق کبودای بی آفتاب و زلال چشمان مارال شکنی در افتاد سبزینه تیره تر شد و جلوه در زلالی اشک پوشانید ساقه تفنگ از پنجره ها شد و بر گودی شانه گل محمد نشست مارال دست به کاکل شوی برد و لبان خونین به سخن کلامی که تنین و آبایی بس دور داشت گشود نیزار همیشه از پشت نیزار نگاه میکنی بی تو کنم؟ گل محمد بغز و گلایه امان را میبرید گل محمد هیچ کلامی نمیافت مارال بی و رها شده از خیش سر فرود آورد و پیشانی بر کاکل مردش نشانید و واگویه کرد بیتو تو چه کنم؟ گل محمد آی آی دل گل محمد این بگفت و بی اراده بگفت و بی اراده برخواست. هم و بی اراده در اتاق به تابید و کنار در ایستاده و دست بر دیوار گرفت و خیره به روشنایی قریب روز نگریست و سخن از عمق روح وی برآمد و گفته شد خار به قلبم مخلون ای سنم خار به قلبم مخلون مادر برخواست از کنار شانه شوی گذشت و پیش نگاه او قدم از در بیرون گذاشت. پهنای ایوان را به گام های آرام پیمود از سکوی ایوان پایین رفت و به راه پله های بالخانه قدم برداشت. تفنگ به دست نداشت. تصمه حمایل قطار فشنگ بر پشت شانه هایش دیده نمی شد. آرام و خسته راه می رفت و به نظر گل محمد اندکی خمیده و به غایت شکسته می نمود. نه این زن که پله های بالاخانه را چنین به نومیدی می پیمود دیگر مرال نبود او فقط یک زن بود بازی نبود آخر بازی نبود و با گسلیدن آمیخته های وجود بازی نبود و سبک هم نمیشد برگزارش کرد راستی را که فاجعه بود و نادیده نمیشد انگاشت چنگ و چنگال به خون آغشته را که راست در چشمان زندگی تو داشت فرو می نشست. بازی نبود و نیز آسان قطع اندام و آوندهای جاودانه عشق ناخون از بن انگشتان کشیدن استین بند از بند واگ و سلیدن جای و گنجای هرانیست و نیز گریستند پاسخی به جان براتش نشسته ی تو تواند بود نه این بافت بافت وجود است که می رود از هم وا درانیده شود گسیختن نسج عشق که رهیدن از وجود نپار کردن رشم ایست به دندان تو از تو جدا شدن است از آن که وجود یگانه است بافته به هم او در تو میزید و تو در او زیستکاری در هم هر لحظه که بوده ای هر لحظه که اندیشیده ای هر که چشم به راه او داشته ای هر لبخند که در گمان وسال او زده ای هر لحظه قفلت و هر آژنگ که در فرقت او بد پیشانی داشته ای هر نگاه که از او در جان تو موج یافته و جاری شده است هر دم که از او در بویایی تو دمیده شده است هر موجه که با یاد او بر هم زده ای. همه همه در سیلان پندارهای خوش و ناخوش تافته جان تو و ابریشم جان او را در هم بافته است بافته در بافته چلنگریگر دیگر با هم و از هم شده اند هم شده اید یگانه به یک نفس و به یک گوهر و یک رنگ و جدا کردن سهم خود از خرمن خود میسر که ای تواند بود یکی و یگانه شده اید وحدت یافته اید اگر چهر یک بر دو پای مجزا خاک را در مینوردید. نبردید. نه چدایی خود از خود میسر نیست تیغی آخت می بایست. بس تیغی آخت به دستی شقی تیقی یا دستی به درآمده از آستین شقاوت تیغی تا این جهان که تویی به دو نیم کند تا این وجود به دو شقه راهی به جز شقاوت باقی نمانده است به قطع وجودی که در آفتاب لحظه های عمر مگر عشق از آن بر نرویده است نه راهی به غیر از شقاوت نیست این تیغ و دست شقاوت تا خود را تا وجود را و تا عشق را به دو شقه کنی نه راهی به گشایش نیست و نه مهلتی به تیمار داری روح دستی برار ای که شقاوت را هزار بار در خود هزار شق کرده ای دستی برار و خود را دو تکه کن دستی اگر چه تن برهنه تیغت در چشم آفتاب برق نگاهی است تا به تسخر در مرق بسمل وجودت مینگرد دستی برار به شق کردن عشق اسبازی این شدن گل محمد سوار میشیم خانمو به قهر و قدرت و عزم گل محمد پای بر زمین کوبید و به زیر آسمان درآمد تا گنجای سینه و انباشت هوای پاک فراخ کند دیگر چشمان مرد به کس یا به جایی نمی و یا اگر می نمیدیدند در تمام جهان بس یک اسب بود و یک توفنگ قرعات و برنو نقره کوبه یک بار دیگر همایل قطار فشنگ و سگک کمربند را به انگشتان آزمود و از آن پس به تیقی تیغی برهنه از درون هوا برگذشت و چنگ در یال اسب و برزین فراز شد قوسی در یال و گردن قره چرخشی و نگاهی شاید آخرین نگاه بر زندگانی و دیگر عزیمت بر کنار جرز تاقی هشتی بیبی بی گل محمد خود را وابه داشت گل محمد تمکین کرد و سر رو آورد. سینی آتش اسپند را بیبی بی بی بر دور کاکل گل محمدش سه بار گردانید و آنچه از ورد و ذکر میدانست بر او خواند این اما بیبی بی را بسنده نبود و قراریش به دل نمی بخشید. سینی آتش اسپند را بر کنار جام آب جام آبی که به هنگام رفتن گل محمد نباید بر رد او پاشیده میشد، شد. روی سکوی هشتی گذاشته و پیش از آنکه سوارش بگذرد دست برآورد تا سر و موی فرزند خود را در آغوش بگیرد. گل محمد باز سر و کاکل فرود آورد تا پیرزن بتواند با او وداع کند. بیبی از سارا دور گردن گل محمدش حلقه کرد. سر و کاکل او را روی شانه خود فشرد و چندی هم بدان حال نگاه داشت سپس گذاشت تا گل محمد سر از دوش او بردارد اما نه آنکه دور بشود چرا که بیبی رغبت آن داشت تا دمی در عمق چشمان فرزند خود بنگرد اگرچه چشمان گل محمدش را پرده ای از شرم کودکان پوشانیده بود پس بوسه ای بر کاکل فرزند دمی درنگ و دیگر فصل دست از یال و کاکل سوارش به نرمی بر بازوی وی فرو نشانید و پنجه در رکاب پیشانی بر زانوی سوار نهاد تا بغز خود و بدیومنی گریستن بر سر راه را از چشمان خود و دیگران پنهان بدارد گل محمد اگرچه شناختی به رهایی داشت اما نمی توانست رکاب زند و بگذرد گویی قاتل به شکستن دل پیرزن نبود پس دل خود به درنگ واداشته بود و به قرار مانده بود تا بیبی بی خود دست از رکاب بدارد درون راسته ی کوچه ستار و قباد پیش آمده بودند و اینک نظاره ی ودا را به تماشایی ایستاده بودند لحظه لحظه ی گسیختن در هر گوشه و کنار سرایی در گره بود آنجا به زیر سایبان ایوان خان محمد انان اسوش به شانه کنار ستونی ایستاده بود و دست بر کاکل تمورش داشت و نگاه ودا و زبان وسیعت با همسرش سمن اینجا کنار آخور بلغیس بود که بیگ محمدش را واب داشته بود و در فرزندش می نگریست بلغیس دستان زبر و درشت خود را بر پهنای پره های سینه ستبر جوانش گذارده بود و برابر وی ای خاموشی ایستاده بود و گویی که هزار سال است تا به همان حال ایستاده و چشم و روی و کاکل و فرزند خود را می هزار سال بود که می نگریست در بیگ محمد و نخستین بار بود که می نگریست در بیگ محمد نزدیک در اتاق صبرخان خانم مقابل دختر و داماد خود ایستاده بود پسر گل محمد را در آغوش داشت و کاکل نرم کودک را می نباخت و خنده به دهان می گفت بیل و کمرتون خورده بود تا حالا که یه همچین کاکل بسری به دنیا بیارید ببین دست گلم رو یه همچو پسری میخوام از شماها ها پهلبونی که بتونه هم بازی این عزیزم باشه بگیرش ماهک خانمو کودک را به ماهک سپرد خود شانه در نیم تنه کشید و گفت هرچی دارم ولی شما اما تکم رو میبخشم به این گل خودم بعد اگه پسر بود که وصیت میکنم برار خونده یه گل گل محمدم بشه دختر اگر بود من از همین حالا اونو به نام این گل زدش می میکنم از خدا میخوام که بتونید صد سال عمر کنید و بتونید روی نو نتیجاتون رو ببینید دلتون خوش بشه و چشمه یا روزیتون فراخ آب دیگه بس دیگه خوبه دیگه این کارو کردار یعنی چی مرد؟ صبر کن. صبر خان, خان دلش خود را به درون اتاق برد و چشمهای خود را از نگاه خانم پنهان کرده ماهک اشک خود از روی گونه ها پاک کرد لحظه ای به شانهای پهن و پهلوانانه پدرش که رو به اسبش راه افتاده بود نگریست و از پس سوی دهانه هشتی رفت تا پسر گل محمد را به آخرین دیدار پدرش بسپارده خانم محمد دست و زبان از همسر و فرزند بداشته و به رد گل محمد رفته و کنار قربان بلوچی ایستاده بود. خانمو انان به سوی سمن و تمور کشید. برابر ایشان درنگ کرد و دست بر شانه تمور گذاشت و گفت هنوزم امید دارم که تمور زبون باز کنه. براش یه میش نذر کردم. زبون که باز کرد نظری منو به یاد داشته باش سمن تو سختی زیاد کشیدی دنیا سرتا پای سختیه صبر صبر شاید تونستم خان محمد و براتون زنده نگه دارم دلتو به غم مسبار سمن دنیا رو چه دیدی سی و بندازی آسمون هزار تا چرخ میخوره هنوز که اتفاقی نیفتاده شایدم ما اونا رو شکندیم عشقاتو با کن دل تمورت میشکنه خدا نگهدار خانمو این بگفت بوسهای بر موی تمور زد و انان برگردانید و تفنگ را بر دوش جاگیر کرد خانمو باید دم در هشتی به دیگران میپیوست اما نگاه در بلغیس و بیک محمد مانده بلغیس پنجه در کاکل فرزند برده بود و میرفت تا بوسه ای بر پیشانی وی بگذارد خانمو اگرچه خوش نمی داشت تا دل به تردی اطوفت بسپارد اما خود به ندانست درنگ کرده و چشم و دل به وداع بلغیس و بیگ محمد سپرده، لحظه ای بی خود از خود ماند اما چند این کوبش قلب بیش نپایید و خانمو زود خیلی زود بر خود چیره شد و بانگ برآورد خدا نگهدار بلغیس سایت بر خانمان کلمیشی همیشگی باشه بلغیس بیتاب بود اگرچه خوددار بود و ناتوان بود از مهار آن یورش آتش که در رگ و آوندهایش چنان به شقاوت میتاخت و سر بر دیواره قلبش میکوفت بلغیس خوددار بود اما نمیتوانست شانه های فرزندش را در بازوان نگیرد روی در سینه بیک محمد نپوشاند و روح خود را در او به ودیعه نسپارد بلغیس میدید که قلبش دارد کنده می شود. می دید که چشمش دارد کور می شود. و میدید که پایش دارد فلج می شود. بلغیس می دید که پسرهایش دارند می و این به سخن آسان می آمد. محمد چه می توانست بکند؟ او فقط می توانست خود را سنگ بپندارد و خوددار بماند. پس دستها را روی کتفهای برامده مادر گذاشت و به تسلای دل سر بر شانه بلقیس نهاد چشم فرو بست و چندی هم بدان حال خاموش ماند خانم او بار دیگر میرفت تا مغلوب خود شود اما این بار به اندازی یک چشم به هم زدن نیز به خود مجال نداد جبین در هم کشید گام از گام برداشت و با صدایی کوتاه و نیرومند چنان که گویی با خود اما نه با خود هوای مرگ بادی را که میرفت بر سرای و بر خانمان تن بیفکند، شکاند و گفت میریم گل محمد انان پس کشیده بود و اینک نزدیک دهانه هشتی ایستاده و پسرش را روی دستا بالا گرفته بود خانمون نزدیک شده و دهان به خنده گشود گل محمد فرزند را اندکی فرود آورد رو در روی خود گرفت دمی در چشم های پسر نگریست و سپس هم از بالای اسب سوی خانمو پروازش داد و گفت نامش کن خانمو خانمو کودک را در هوا میان دستان گرفت و به واپس برگشت بیک محمد و بلغیس پیش می آمدند پیش آمدند خانمو گفت مدگل و کودک را برای بیک محمد پرواز داد و بیک محمد انان از فرو افکند و کودک را در هوا میان دست ها گرفت. پسرک به خوی همیشه روی شانه امویش نشست یک پا آویخته به کت و پایی آویخته به سینه. خاکل امویش را چنان که انان اسب به چنگ گرفت. بلغیس به جانب دیگر فرزندانش رفت. گل محمد و خان محمد. گل محمد بر اسب نشسته و خان محمد انان به دست داشت و ایستاده بود. بلغیس دست بر کت و بازوی خان محمد گذاشت و چنان که گویی خیال آن دارد تا وجود فرزندی او را به حس دست در یابد پلکا بر هم نهاد و هم بدان حال و بی آنکه دست از کت و بازوی فرزند بدارد بر گرد او یک بار تواف کرد و سپس ایستاد درست در چشم و نگاه سرد و خاموش خان محمد ایستاد و به او چشم دوخ خان محمد با همه سردی و خشکی تا به نگاه مادر نیاورد چون کودکی معصوم بلکه خود را فرو انداخت و احساس کرد که چانه تیز و تکیدش میرود که بر گودی جناق سینه فرو بنشیند بلغیس همچنان دست بر بازوی و آستین خان محمد او را با خود به سوی گل محمد کشید و کنار شانه قرعات دست راست خود را به التماس و تذرع به جانب صورت گل محمد بالا گرفت و گفت بیا رو تو ببوسم گل من حرمت مادر را گل محمد رکاب خالی کرد از از فرود آمد و پاسخی به عشق مادری سر بر شانه او وانهاد و گذاشت تا بلقیس او را و خان محمد را و زندان ارشد خود را لحظه ای با خود داشته باشد انگشتان بلند و زمخت مادر بر گرد سر پسرانش چنبر شده بود و چهره ایشان را بر سر شانه های خود می و دو مرد خان محمد و گل محمد چون کودکانی به آشتی تسلیم مادر خود بودند ای بلغیس این خانمو بود که با مایعی ای از خوش طبعی به ندا بانک برآورده بود اما عشق بلغیس را پنداری که پایانی نبود خان محمد سر از آغوش مادر برگرفت و دست های بلغیس را که یک جا به سر و روی گل محمد واسه پرده. شانه های تکیده بلقیس اکنون در چنبر بازوان گل محمدش بود. بلقیس چشم و روی بر شانه فرزند نهاده بود و عطر آشنای پیراهن و تن فرزند را می بوید. شانه استخانی گل محمد به قرار بر تارک سر مادر قرار گرفته و پلک هایش بر هم نشسته بودند و می نمود که گل محمد نیز روح خود را تسلیم مادری بلقیس کرده است مادرم مادر بلقیس به خود آمد سر برداشت و دو سوی چهره فرزند را در کف دستان خود گرفت در چشم های گل محمد به التماس و تضرع نگریست و گفت دل مارال و مرنجون گل محمد زن تو بخواه و ببینش گل محمد همسوی نگاه گل محمد سر و چشمان راهیان به سوی دریشه بالاخانه واگشت. با گشت. چشمان به عشق آغشته مرال تمام دریچه را پر کرده بود. دیگر مجال درنگ نبود و ننیز تاب و توان خود داری. گل محمد انان رها کرد و به سوی پله های بالاخانه تن از میان همراهان به در برد و خیز برداشت با خط شیار بالهای چوخایش در پس پاها مارال نیز از پشت دریچه پای برکند از در برون زده بود و فرو میشه تابید بار دیگر یگانی خون بر لبان مارال خشکیده است و مارال بر زبان گل محمد جان می کند میدم برات برگردونند بخش سیوم بنده یکم زیور نازفرورده نبود او خود نه شقایق دشت که خاد بیابان بود اما راه تا به سنگرد از قلع میدان با پای پیاده بر بیراه و سوار بر اسب برهنه از سنگرد به راه قلع میدان تن تکیده ی زیور را کوفته و خسته کرده بود پس این آژنگ تلخ پیشانی و خط جرف عمود بر میان دو ابرو همچنین نگاه زیور که در عمق کاسه ها به تکه های از چرم سوخت میمانستند میباید اثر خستگی و بودگی تن بر اسخان کمرگاه و گرده اسب برهنه باشد نیک اما اگر می در نگریسته میشد در میافتی که چنین نبود بل این گره تلخاجنگ و سوختگی نگاه زیور نشانی از بغرنجی دردناک روح بود که زن گل محمد سردار را چنان چون چرمی سوخته در آفتاب در هم فشرده و به هم در مچالنده بود زیور دیری بود که دیگر از سخن افتاده و خاموش مانده بود چنان خاموش و لب مهر که پنداری مصیبتی را که گام به گام به سویش کشیده میشد به جان پذیرفته بود و چشمانی باز به چگونگی آن داشت نه نومید مینمود و نه جلا بود نه میگیم بود و نه اندوهگین می نمود که اندوه در گمان زندگر بازیش ای پنداشته می شد فراخور دختران نوبالغ و زیور یک زن بود منم زن گل محمد زیور به گله نرفته بود به همراه دیگران و در پی گله شبگیر از قلع میدان به در شده بود اما با ایشان و به همراه گله نرفته بود راه از بیابان کج کرده و به جانب سنگرد پای کشیده بود از میان توفنچی های جهن سردار و مأموران امنیه بکتاش سنگرد را کوچه به کوچه پیموده بود او را گمان اینکه خود ای در کار است و بی کلید تواند بود به سرای نجف ارباب راه داده بودند زیور را می شناخدند. پس امید داشتم که زن از سر حسد و بخل به خانمان کلمیشی راه به اردوی دشمن که شنیده باشد اما چنین نبود پس چه؟ من زن گل محمد هستم خب دیگه زیور چنان چون معصومی به جهن خانه سردار نگریسته و از او خواسته بود تا راه کز کند و دست از کار شوی بدارد گل محمد ما جان و دلپاک جهن گل محمد ما بعد به حال روزگار مردم نبوده دست از کار او بکش جهنخان سردار به ناباوری پوزخندی زده بود و از آن پس سرهنگ بکتاش خود قدم پیش گذاشته بود حالا کجاست؟ به قلع میدون کلابود نیست هست؟ کجاست؟ ها؟ زیور دیگر نشتونده بود خاموشی گرفته و لال شده بود بریده و از زبان افتاده از تو پرسیدن گل محمد کجاست؟ ما گل محمدو رو میخواییم جاشو نشون بده جای شویت رو زبان آدمو رو نمیفهمی؟ نه زیور را دیگر یارای آن نبود تا به زبانهای هرزه به دشتامهای پستی که بر گل محمد بارش گرفته بود زبان به پاسخ بگشاید سر ستیز هم او نداشت این آخرین طریق را هم زیور پیموده بود و برای آن دیگر سوی و نشانه اینه میدید پس سر در گریبان برده بود تا جهنخان سردار زبان حرز درای جلفنگاران را فرو بندد که جهن چنین کرده بود و زیور به اسیری در آمده بود دست بر غذا هم راهی قل میدون بودیم خدایی بود پس به راه شده بودند در راه به نادلی چارگوشلی برخورده و او را به همراه برگردانیده بودند و سپس نه چندان دور به هیدر ملا راج راه گرفته او را نیز برگردانیده بودند سرانجام در فاصله اندک از قلعه میدان با دهخانان پیاده بلخی و قزنپر و دیگران روبرو شده و ایشان را همراه اباسجان و یک تفنگچی بلوچ به جانب سنگرد روانه کرده بودند که تا پایان کار در سنگرد نگاه داشته بشوند از آن پس جهندخان سردار دو بلوچ را با شیدا سوی قلعه میدان راهی کرده بود که خبر باز آورده بودند به جز یک مرد از کلمیشی یا کسی به قلعه میدون نیست فقط یک مرد و زنها تقریبا هستند شیدا از نگاه زیور روی و سواران به تاخت در آمده بودند شب گرمی بود شاید صدای گروپ ها گروپ سوم فوج سواران را میشد در سکوت شنید و قراولی اگر بر بام سرای سردار می بود سواد و هیئت فوج را می توانستی دید اکنون اما نه شب بود و نه قراولی بر بام سرای بود بس بیبی بی بر سکوی بیرونی در سرای به زیر تاق هشتی نشسته و به خاوراج جماز خیر مانده بود و کس می او در اندیشه چیست و پندار در کدام برهود دارد بیبی خود نیز خبریش از خود نبود از آن پس که گل محمد و گل محمد ها از در به کوچه برون شده و از نگاه گم شده بودند بیبی بی دیگر انگار چشمانش چیزی را نمیدید به هنگام ظهر نان و ناشتای دو ها کلوخ و مرحبا و زاغ عبدل و جلاب خرهای را داده و از آن پس صفته را برای باقی مانده خانواده کلمیشی گسترده بود اما به جز تمور کسی بر سر سفره نیامده بود از آنکه زنها به دور بستر صبر خان جمع شده بودند پاشویه پاشویه با آب سرد کهنه رو خیز کن بذارم رو پیشونیش ماهک واژگوی صبر خانم ما نمی گویی که زخم دندان پلنگ اندک اندک داشت خود را بروز میداد پس درد امروز با تب آمده بود عرق به چهره صبر خان نشسته بود پلکایش برهم افتاده بودند سر و گردن را بیقرار و به هر سو میچرخانید و گویه میکرد دشنه دشنم بچم عبدوس خالو تکه تکه دشنم عبدوس بچم بی پدر شد جهنم خدا جهنم خدا جهنم آروم میشه الان آروم میشه با و بیا تکیهش بدم پیاله رو بده به من ماهک اون بچه رو دور آتش جمع کن سمن پس این بیبی کجاست کاسه جوشونده رو به من بده ماهک این پیاله جوشونده رو سر بکش باید به خودی صبر کن ما گرفتاری بسیار داریم گلم گلم کجاست گله در بیابونه دم چوب عبدوس اما کلمیشی و دیگرانم هستن نگران نباش این پیاله رو سر بکش من تشنم تشتم بلقیس وای از این سر پرشور من بیبی بی پیشا پیش سواران جهنخان سردار به درون سرایی رانده شده و حجوم فوج مردان بلقیس را از درون اتاق به حیات کشانید سرایی را سواران جهن در خود گرفته بودند و پرواری ها از جا برخیزانده شده و پراکنده بودند جهن به جانب بلقیس رکاب زد و برابر او ایستاد. بلقیس از کنار در ایوان پیش رفت و شانه به ستون ایستاد. جهان همچنان سواره ایستاده بود و در کودک گل محمد می مدگل کنار پاچین مادر بزرگش ایستاده و روی پنهان می داشت. بلقیس اکنون می توانست جهن. این سردار سرحدی را از نزدیک ببیند. مردی میان سال، چهارشانه، درشت و سخان، رشید و بلند بالا و سیه تاب چهره ای ماننده به خشت های سرم کشیده با مردمکایی به درخشش الماس و نگاه کفچمار این جهن بود خود جهن مردی با دستان دراز و پنجه های کلوفت و کبود و چندان چابک که در چشم برهم زدنی شان فرو خوابانید و به سرعت اقابی کودک گل محمد را از بال بلقیس برگرفت و زن تا به خود آمد مدگلش در چنگال جهان به قرپوس زین بالبال میزد ها مادر گل محمد سردار ما خو یکدیگر میشناسیم از کجا بدونم که هم الان لوله تفنگا سینه من رو نشونه نگرفتن پس این طفل و بگذار روی سینه من باشه جهن ما تو رو میشناسیم و میدونیم تو مردی نیستی که خطر کنی نه جهن تو اگر بو برده بودی که هنوز دستی مونده تا به سینه تو شلیک کنه پا به سرای گل محمد سردار نمیگذاشتی از اینکه تو عادت داری همیشه روی اسب زین شده سوارشی ما تو رو میشناسیم جهن هیچ وقت از برابر نمیایی همیشه از پشت سر میرسی دیگه چی مادر گل محمد پا پایین بذار جهن فرو فرودای. اینجا کسی نمونده تا بخواد به تو شلیک کنه یکی از اون کی شنیده که پسرای من در خانه و محله خودی دیگری را شکار کرده باشند نه از جهان پسرای من چنین عادتی از من به ارث نبردند فرود بیا و حرف تو اطمینان میکنم بگیرش کوچیت رو و برام قده آب بیار قده آب به دست جهان دست به دست شد جهان لب ایوان نشست و قده آب را میان دو دست گرفت و به لب برد سبارت چی میخورم برشون مهیا کنم نون خورش یا فقط چای؟ آب نون و ناشتا خوردن و به چای عادت ندارن بلغیس به باقلی بندار برگشت در او نگریست و گفت تو چی نمک به بازم برات بخته پرواری سر ببرم؟ بندار در پناه شانی ستبر جنجایی گرفت و گریزان از نگاه بلغیس گفت کار از کار گذشته در بلغیس کار از کار گذشته این اتفاق دیر یا زود باید می افتاد. گل محمد تو تا قیامت که نمیتونه یاخی بیابون باشه اون خودش هم چشم انتظار چنین روز و روزگاری بر خودش بود گل محمد تو اگه پنج شنو بود حالا این سوار اینجا نبودن بگو یه جام آبم به من بدن آبش بدید آبش بدید شمرو رو چه بسیار چه بسیار آدم دیدم در این زندگانی آدم دو پا و دو دست و دو گوش و دو چشم و یک دماغ آدم بسیار دیدم آدمایی که حرف میزدند راه میرفتند نون میخوردند و میخوابیدند آدم هی چه بسیار دیدم آدم که تو با بندار تفنگ برداشتی اومدی به کشتن پسرای من به کشتن گل محمد ها قده آب به دست بندار رسیده بود و او میرفت تا خموشی خود را در نوشیدن آب گم کند به بلغیس اما آرامش نمی گذاشت تعجب نمی کنم اصلا تعجب نمی کنم هم الان اگه ناگهان دست بالای سرم ببرم و ببینم که چارتا تا شاخ در بردم بازم تعجب نمی کنم اما بندار به حق که تو مرد جنگیدنم نیستی تو فقط بی هیا هستی تو میخوای زبون طلب پسرای من رو ببری ای بی همیت و تو کجا و با بانگ برنو اما بندار یک آن هم خیال کن که ممکنه معجزه بشه و یکی از مردای کلمیشی یکیشون هم که شده جون سالم در ببرن اون روز رو در نظر بیار بندار اون روز دیگه من نخواه تونستم خشم و کینه پسرم رو جلو بگیرم اون روز بندار برای تو دوزخی درست خواهد شد خب سردار جهان حالا چه باید بکنم من چه باید بکنم تا دست شما به سر بریدن پسران بازتر بشن ها لابد برای همین به اینجا اومدید دیگه ها یا اینکه قصد دارید پیش از قتل پسرام خانمانش رو دار و ندارش رو به غنیمت ببرید اگه اینطور طور جهن بگمت که دار و ندار پسرای من در قبضان بابقلی بندار و اربابش در گله های اونها و در انباره اونها جمع شده و دیگه ما هستیم و همین چهار تا پروادی و ده تا میش که به گله هستم پس بگو که چه میخوای از ما میبینم که زیور رو زن پسر هم رو به اسیری گرفتی دابد خیال اون داری که ما رو هم بقیه خاندان کلمیشی رو هم به اسیری ببری زیور خود پیش من اومده بود به سنگرد خواسته داشت خواسته؟ بیچاره خواسته از مردی که خود اختیار به خود نداره؟ ضرب زبونداری زبون بلغیس از اینکه با افعی سخن میگم بلغیس خطا میگم تو خود به اختیاری جهن من؟ من با پسر تو اول از در محبت در اومدم با اون به دوستی دیدار کردم پندش دادم و خواستم که برش تأمین بگیرم هم تأمین جانی و هم تأمین مالی خواستم که تفنگش زمین بذاره و دل به زندگانی ببنده اما پسر تو بلغیس به زبون خارم کرد و به دشمنی سخن گفت زخم زبون زد رندانه دشنام داد و کارو به دشمنی کشید من خودداری کردم اما اون بازم پروا نکرد دانی که چه میگم گل محمد دیگه راهی باقی نگذاشت نه خود نه برای من من ناچرم این بلوا رو بخوابونم لابد این حرف به گوشت خورده که جهنم به کاری پا پیش نمیذاره مگر اون که تمومش کنه حالا من به دو کار اینجا اومدم اول اینکه از تو قربت و حلالی به طلبم چون که میدونم یک رگ گل محمد تو ریشه در قوم بلوچ داره از این بابت هرچند که ناچارم اما دستم کند میباله من هیچ خوش نداشتم که گلولم رو در سینه خودی بنشونم اما گل محمد تو آی امان از بلوچه یک دنده از کار دوم خود بگو دوم اینکه رد گل محمد رو از تو میخوام بلغیس روی برگردانید و باز بگویه در اومد. آدم آی آدم چه بسیار آدم دیدم چه بسیار آدم با دو پای و دو دست و چشم بلغیس برمیاشو پهلبون برمیاشو تو هیچ مادر خود رو به یاد میاری؟ از مادر جهان چه میدونی تو؟ جهن برخواسته بود و در خط نگاه بلغیس قدم می داشت اینک پشت شانه های ستبر جهن با دستان درشتش که تازیانه را در پشت سر می جنبانید زیر نگاه بلغیس بود راست تا لب تنور پیش رفت و بازگشت اکنون مرد بلوچ چشم در چشمان بلغیس و گام های سنگین و فشرده پیش می آمد و افروختگی چهره چنین می نمود که یک بار دیگر شده است از این رو به آن رو پیش آمد برابر بلغیس ایستاد و به یک حرکت چابک دست و شانه چرخانید و در یک آن پرک تازیانه اش را به دو سوی صورت بلغیس نواخت و این کار چنان تیز و چندان در ناباوری انجام یافت که بلقیس بس توانست موجه بزند من رد گل و میخوام از تو اگر شیر از پستان و مادر خود خورده بودی اینو از من نمیخواستی مخواه که از خود یاد سیاه بگذارم بلقیس بگو کار یک سره کن نامه یک کارو که اداره تو یک سر سیاه جهان نشیدم که زبانی از تو به نیکی یاد کنه بار دیگر صورت بلغیس به تازیان نواخته شد. بلغیس فرونش گست. جهن درماند و زیور را پیش خواند. زیور مدگل را به ماهک سپرد و خود پیش آمد و کنار شانه بلغیس رو در روی جهن ایستاد. جهن با تازیانه اش به کودک اشاره رفت و پرسید پسر توست؟ بلغیس گفت پسر منه. جهن همچنان خیره به زیور باز پرسید پسر منه تخمه گل محمد مارال بود اینکه از در بالاخانه بیرون آمده و بر بالاترین پله ایستاده بود و نگاه با جهن داشت. مارال سربند سرخ بر سر بسته بود و این خود زنان کلمیشی را به درنگ و شگفتی وامی داشت. سربند سرخ بر سر و بر گرد چهره که خود از افروختگی به سرخی میزد. نه این نشانی خوشیوم نمیتوانست باشد و بلقیس هم نمی توانست معنای کار مارال را بداند. مارال در چشمان وادریده و ناباوری که در او می نگریستند، آرام و استوار فرود آمد، بر آخرین پله ایستاد و هم بدان چیرگی، چشم در چشم جهن باز گفت پسر من، میخوای بکشیش؟ نمیخواستم بسوزنمش، تنور، تنور و آتش در اندازید. آخه چه میکنی مرد؟ هیچ میدونی داری چه میکنی؟ این نادلی بود که پشت به تنور فروزان داده بود مقابل سینه جهن ایستاده و دستهای خود را به واسطاندن کودک گل محمد بالا آورده بود اسبم رو میدم اسبم رو میدم جهن مکن چنین کاری مکن چنین کاری مکن دلاور به سوی تنور پیش دوید و التماس کرد مکن سردار مکن همچین کاری سردار صداها برآمد مکن سردار مکن همچه کاری سردار گال محمد کجاست رد اونو نشونم بدید الهی زمین تو رو ببل جهن پسر گل محمد هنوز بر دست های جهن و بر بالای آتش تنور بالبال بال, بال می زد و جیغ میکشید. کشید که نعره از قلب سبر خان برکنده شد و سرها یک سر به سوی مرد چوپان برگشت سبر خان تکیده و به قایت رنگ پریده بود دست چپ به گردن داشت و در یک تا پیراهن سفید که لکه های خون بر جای جای آن خشک شده بود از بستر بیرون زده بود چهره اش آغشته به عرق تب بود و گونه هایش آشکارا پرپر میزدند. پر می زدند. در بهد بیگاه خودی و بیگانه بر در ایستاده بود و چون جانوری در رنده نعره میزد. زد دشنم عبدوست دشنم بچم بی پدر شد عبدوست دشنم دشنم سبرخان چنان که پنداری خود را باز جسته باشد یک بار قامت تکیدش را خمانید کارد را از بیخ پاتا به بیرون کشید و به میان جمع در آمد پسرم رو بسون دلاور پسرم رو واگیر دلاور توانست پسر مارال را از دستهای جهنم برو باید او را با خود به کنجی بکشاند و روی پنهان کند چرا که صبرخان گویی با چشمان بسته و دستان گشاده به میدان در آمده بود و هر که را بر سر راه خود می درانید. پس تنها از دم دشنه او می گریختند و میدان دم به دم گشاده می شد و حلقه مردان جهن به فراخنای حیات سرای سردار باز شده بود و سبرخان در پی زخمایی که خود نمیدانست برکه و کجا نشانیده بود در میانه میدان بود خون از تیغه کاردش بر خاک و بر رخت تنش فرو می چکید و میرفت تا در طلب خون همچنان هجوم برد بزنیدش مارال نعره زد به گاوتاق مزن جهن از بام زدندش شلیکی یک گلوله از بام شلیک و دیگر باران گلوله ها یکه و یگانه قامت تکیده صبرخوان به هم در شکست پیچیده و فتیله شد و به زانو درآمد و به خاک در افتاد بی آنکه مشت از قبضهگاه دشنه اش واگ و شاید و بس گفت بلخیس در پشت شانه جهان بابقلی بندار پیش رفت و گلوله ای در شقیقه مرد افتاده خالی کرد کار تمام زنها را گذاشتند تا پیش بیایند پیش آمدند زبان و دهان و چشمان ماهک خشک بودند ماهک بالای شانه مردش زانو زد و کوشید تا سر صبرا را بالا بگیرد اما نتوانست بس پیشانی بر کاکل شوی نهاد و گفت تشنه اون تشنه بود مادرم بلغیس بلغیس پوست پلنگ را از زیر پای جهن برکشید و دوش گرفت و پیش آمده ماهک را از خاک خیزاند و بر پای بداشت پس خود زانو در خاک زد تن آرمیده و خونبار خان را با پوست پلنگ در پوشانید و قامت برآورد در جهن نگریست و گفت باز هم کاری مونده جهن روی از بلغیس برگردانید و گفت میریم زنها رو با خودمون میبریم زنهاشو مادرشو ما خود میومدیم سردار جهن آتش تنور آرام گرفته بود دلاور پسر گل محمد را پیش آورد او را به مرال سپرد پس به بابقلی بندار واگشت با تفنگ از دوش برگرفت آن را به بابقلی باز پس داد و گفت این تفنگتون من دیگه نمیام مرال سربندی سرخ بر سر داشت و در میان فوز سواران شقایقی را میمانست نابجا و نابهنگام رسته که بود و بیابان بود و بعد در شقایق بیهنگام رقصی بازیگرانه داشت بلغیس پیاده پایی می کشید و زیور بر اسبی برهنه نشانده شده بود و ایشان در میان سواران جهن به سوی سنگرد برده می شدند. نادلی بر کناره می رفت و مرگ را می دید که در راه می خزد مرگ در گام های ستوران مرگ در رکاب مردان مرگ در هر نگاه و نفس شگفتا مرگ اگر چون این همدم است که هست پس این همه آز از چیست و برای چیست آز آن هم برای کشتن دیگری جیغ غریب کودک هنوز در گوش های نادلی چارگوشلی بود و چهره کبود و چشم های وحشت زده پسرک نقشی دیگر بود که در زمیر جوان چارگوشلی جایی گرفته بود نادلی ناگهان انان عریب کرد کنار تاخت تا پیشا پیش فوج با جهنخان سردار همبر شود احساس میکرد که بایستی جهن را به سخن بگیرد هم در این دم اما جهن رکاب آرام داشت انان کشید و اسب را به جمازی که مارال برا نشانده شده بود همبر کرده پس نادلی اسب را در پی ایشان به راه داشت و گوش با گفتگوی جهن و همسر گل محمد ماند هنوز در این فکر هستم که سربند سرخ چرا رنگ آتش و گل محمد خوش میداره از این این نیست خود این رو میدونی و منم میدونم که سربند سرخ علامتی میان تو و گل محمده تو چنین گمان کن علامت گریز گل محمد این رنگ سربند تو علامتی تا گل محمد از ما رم کنه مارال از فراز جماز به جهن روی گردانید و گفت گفته با تو هم حکم اسیریه ناچارم که هم کلام تو باشم تو از تو پرسش دارم بله حکمه پس با تو میگم بدون که گل محمد به ما سپرده بود که در همون کلام اول جاشو نشون بدیم پس نکول چرا کردید که منو به دیوانگی بکشونید؟ گل محمد حتی این رو میدونست که تو خواهی اومد او خود به من گفت که جهن میاد جاسوساش این خبر آورده بودن؟ نه گل محمد اینو میدونست و با من گفت که به غیر از جهنم کسی زهره نمیکنه تا به اون نشونه بره گل محمد حریف خود رو میشناخت همیشه گل محمد با من گفت من است که بر من است گل محمد نگران غیر نبود اون نگران از خودی بود منو چرا خودی میپنداشت که خیش نیستم خودی خودی گل محمد با من گفت که جهن در ریشه با ما خودیه او همیشه میگفت که الماس رو فقط الماس میتونه ببوده گل محمد دیگه چی میگفت؟ گل محمد دیگه هیچ جهان سردار نه از آن مردم بود که سخن گفتن با زنان را از هر دری ولو به لودگی خوش داشته باشد نه نیز از آن مایه مردان که در جاذبه زن اگر او مارال هم باشد دوچاراید و خیش از دست بدهد پس آنچه رغبت جان را به گفتگو با مارال برمی حس کنجکاوی او بود کنجکاوی به یافتن بهانه ای تا به کینه راه به جوید علتی تا به کرداری که جهن در پیش داشت مایه ای از خود انگیزی بدهد و هم در شکستن گل محمد بیگمان که برای جهن سردار فخر می بوده و او را در میان همال هم خود باز هم به نام و آوازه برجسته می نمود. اما این حقیقتی است که آدم برای کشتن آدم به زخم و انگیزه ای در خود نیاز دارد. در فردیت هر کشنده حتی کشنده هزاران کس می توان به جستجوی چنین انگیزه ای پرداخت. اگر شده کشندگان چنین انگیزه هایی را در خود ابداع کرده باشند. آنکه آسین به کشتن دیگری برمیزند باید نشان زخمی از قربانیش در روح خود داشته باشد و یا ساخته باشد تا بتواند او را بکشدش که کشنده آدمی اگر توهی از منش و هویت خود نشده باشد به یقین که باید بهانه ای به جنایت خود بیابد بهانه ای تا بتواند کار را برای خود موجه بنماید اگر شده ایقان به یک دروغ بزرگ و باورانیدن بزرگترین دروغها به خود یک کشتار وی باشد ایقان و باور به دروغ و کشتار فاجعه ای که بیشمار بار رخ داده است باور کاذب بهانه موجه کشتار نفوس میان مردانی چون گل محمد و جهنخان بلوچ در پایه و ریشه چه خصومتی بوده و میتوانسته است باشد و انگیزه این جدال را در کجا میباید جزد اینکه گل محمد سردار رو در روی نظامی ایستاده است که جهنخان سردار شانه به شانه آن دارد خود بس است تا دو کس به هم نشانه روند اما این هنگامی پذیرفتنی تواند بود که نبرد مایه و جلوه ای بیخیش و بیگانه داشته باشد و نه چهره ای مشخص و آشنا و نه هنگامی که کار پیکار تا محدوده سیاد و سید بسته و تنگ می شود چندان که جهن عزم به ریختن خون فردی مشخص کرده که وی نیز ریختن خون خود را پذیرفته است پس درنگی پیش می آید که نبرد از بیرنگی و بیخیشی خود دور می شود و جلوه ای رخ با رخ می آبده. در چنین جدالی چشمان دو آورد با هم سخن می گویند و دو پهلوان در یکدیگر حضوری زنده دارند پس انگیزه ای به غیر از آن حکم عام می باید تا به کینه و کینخواهی فرد دامن بزند و اگر نبود و نباشد خود به خود باید ابداع و ساخته بشود چرا که در این کشاکش بی امان روح به جستجوی جای زخمی بر خود می پوید. زخمی از حریف اگر شده یک کلام یک نگاه یک اشاره و نه لزوما ضربتی دشنامی و یا اهانتی آشکار گل محمد دیگه چی گفت؟ گل محمد دیگه هیچ نگفت جهن سرانجام به چیزی در میان خود گل محمد دست میافت مایه های بخل حسی بیریشه در او نبود مایه هایی که ناشی از گوناگونی وی با گل محمد میشد گفته شده بود که جهن خودی با ماست و آمده بود که الماس را فقط الماس میتواند ببرده گل محمد چنین گفته بود و جهن نیز بدن باور داشت اما جهن نشانهای دیگر رو هم میدید که بس در بخلی سیاه می توانست و می بایست بدان باور بیابد جهن میدید که این خودی است این جوهر یگانه به دو گونه تجلی یافته است که این درخت یک ریشه به دو گونه بار داده است و این مادر قوم فرزند به دو سیما زاده است یکی جهن و یکی گل محمد جهن اکنون سواره بود و چیره بر زندگانی می نمود او خود می دانست که مهر تسلیم بر پیشانی دارد با همه توانایی در فریبکاری و دروغ سازی که آدمی در توجیه وضع خود روا می دارد اما یک جوانه تلخ و سمج و نامی را در روح هست که نمی تواند در زیر انبوه فریب و ریا پنهان بماند او جوانه شاهد است چیزی است که چشمانی باز دارد و هموار آدمی را میبیند میبیند و دیده میشود این جوانه شاهد را ممکن است دیگران از یاد ببرند اما نگاه او هرگز از یاد انسان تسلیم شده نمیرود چنانکه جهنخان سردار نمیتوانست زبان کشیدن شاهد سرفرودی خود را در روح نادیده پپن دارد و را از یاد ببرد در برابر جهن گل محمد بود گل محمد بیگمان کشته می شده. پس پیشاپیش پیش باید و میتوان او را مغلوب شمارد اما جهن خوب می دانست که گل محمد خود را مغلوب و به زانو در آمده به شمار نمی آورد در این معنا جهن هم نمی گل محمد را به زانو در آمده بینگارد اگرچه پذیرفته بود که کشتن گل محمد یعنی مخلوب کردن او کشتن گل محمد دشوار نمی نمود اما جوان ای تلخ در درون جهن شهادت میداد که نتیجه کار باجگونه خواهد بود اما و با این همه مگر جهن راهی به جز کشتن گل محمد می شناخ نه گل محمد دست کم باید کشته می شده و اگر در میانه کار فرو می شکست چه بهتر جهن خودی با ماست و الماس را فقط الماس میتواند ببرد راست اینکه مادر قوم فرزند به دو سیما زاده است یکی جهن و یکی گل محمد دو پهلوان اما دو پهلوان که یکی بقایت در نفی و انهدام دیگری میکوشد نفی و نابودی دیگری این است اگر آدمی زشت بسی زشت مینماید و همین است اگر آدمی جمیل و سی جمیل می نماید. واحدی به دو شقه شده است و در کشمکشی کشنده هر یک به قایت قطب خود رخت می کشد. مرز نیکو و داشکار می شود پس این است اگر آدمی زشت می نماید و اگر آدمی جمیل برای من پیغامی نداد گل محمد هیچ هیچ من میتونم کاری برش بکنم میتونم از خانمانش از شماها سرپرستی کنم هی هی جهان. من اون رو میکشم شماها بیگل محمد چه خواهید کرد گل محمد مردی نمیشناخت تا کسانش رو بتونه به اون بسپره جهن پس شماها چه خواه کردید دلت رو بابت ما ورجلا مکن مک سردار ما جدا بافته از دیگر مردم نیستیم برادر باز هم ما جزو مردم هستیم کرور کرور مردم چه خواه کردند؟ ما هم همون کار رو میکنیم کنیم. جهنخان سردار سخن دیگر کرد و پرسید شنیدم گل محمد دورو یله داد که برند چرا؟ مارال پاسخ داد گل محمد از این بابت چیزی با من نگفت جهن گفت میدونم من گل محمد خود میدونسته که عمرش به دست من آخر میشه از چنگ جهن هیچ جونوری نتونست جون به در ببره مارال با جهنگ گفت گل محمد جونش عزیز بود جونش رو بسیار عزیز می داشت من که خواستم برش تعمین بگیرم پس چرا نخواست؟ مارال به تکرار گفت گل محمد جونش رو بسیار عزیز می داشت سر به سماجت بالا گرفت و گفت ور نمی خورم رو نمی فهمم می فهمم می فهمم که تو نمی فهمی گل محمد جونش رو بسیار عزیز می داشت جونش عزیز هم بود جون عزیز گل محمد گویه میکنی واش میکنی مارال هم از فراز جماز به نیم نگاهی در جهن نگریست دمی در او تعمل کرد و سپس گفت چقدر چشما تنگ هستن برادر در سکوت ناباور جهن مارال روی برگردانیده و گویه کرد مثال دل من جهن رکاب زد و گفت کم ندیده بودم زنایی که بعد از خون شویشون دیوانه میشن اما پیش از اون رو حالا دارم میبینم مارال پوسخندی بدرقی او کرد و گفت دیوانگی من خوش عاقلی که تویی جهن برگشت و به خشم نعره زد من میخواستم به سر گل محمد رو پیش خودم بزرگش کنم پوسخند نفرت همچنان بر لبها مارال جهن را گفت در آتش خاک از بوی مرگم باشته است و آشنایان رغبت به دیدار هم ندارند سبرخانه چوپان همین دمی پیش زنده بوده است و این هنوز برای نادلی قریب می نماید که او دیگر زنده نباشد نادلی بر کناره می رود و قدیر دل گفتگو با شیدای بندار را ندارد شیدا هم اما نمی تواند خوددار باشد و لب فرو بسته بماند من و صبرا با هم زندگی کرده بودیم دومالی گله و بیابون بری اصلا در صبرا نبود دواز میونه دوا که نقل و نواد پخش و بر نمی کنند صبر حل دوا نبود قدیر دوای اون با گرگ بیابون بود اون مرد رفیق گوزفند ها بود تو نمیدونی من چی میگم حالا چی؟ قصد و غرزت چی از این حرفا؟ میخوای دل من رو به رحم بیاری؟ نه نه همین جور خواستم حرفی زده باشم حرف چیز دیگه ای رو بزن حالا ما از این خون ها زیاد باید ببینیم هنوز چقدر بزرگ ته توبره است ما نباید پیشا پیش خود رو ببازیم مثل اینکه داریم میرسیم به سنگرد پشت همین پشت است خاک بوی مرگ میداد و مرگ را نادلی چارگوشتی در هر گام و نفس خود باز میشه مرد. او دیگر نخواست که خود را به کنار جهن برساند و با او گفتگو کند بلکه احساس کرد که حیدر ملا معراج می تا با او هم رکاب شود او دیگر با نادلی چه کاری می توانست داشته باشد حیدر خود را به کنار نادلی کشانید و گفت من امشب می مرد را هستی؟ نادلی در سکوت به حیدر نگریست و گفت می گریزی؟ کجا؟ کجا می گریزی؟ از اینجا می تو چه می کنی؟ من نمیتونم بگریزم از کجا به کجا بگریزم اون چه برای من حتمیه اینه که نه از شب و روز میتونم بگریزم نه از زیر آسمون و نه از روی زمین پس از کجا بگریزم من و به کجا بگریزم هیدر گفت من میگریزم من که میگریزم نادلی پرسید تو میگریزی خب بعدش به کجا میگریزی هیدر گفت من میگریزم و میرم پیش کل محمد کل محمد؟ میتونی گل محمد رو بیابی؟ من میتونم تو بگو چه میکنی؟ دارن پیشواز جهان میان از سنگر چه میکنی؟ میمونی یا میگریزی؟ نادلی به هیدر باز نگریست و گفت شاید شاید